خوشمزه ترین دسرهای جهان سلام امروز با یه ویدئوی دیگه از کانال فکتاب در خدمتتون هستیم همه ی بعد از خوردن غذا کمتر شده که به یه دسر خوشمزه فکر نکنن برای همین تنوع دسرها از تعداد غذاها بیشتره چه چیزی بهتر از یه دسر فوقلاد خوشمزه میتونه به یه وعده غذا پایان بده؟ اگه دوست دارین یه پایان خوش برای وعده های غذای خودتون رقم بزنین ما توی این ویدیو در مورد خوشمزه ترین دسرهای جهان صحبت میکنیم برای اینکه بتونیم به همه ویدیوهای ما دسترسی داشته باشین دکمه سابسکرایب رو بزنین و زنگوله رو هم لمس کنین اولین دسر تیرامیسو یه دسر محبوب ایتالیایی این دسر ایتالیایی محبوب دل ما ایرانیام هست. اصل تیرامیسو ایتالیایی تشکیل شده از بیسکویت ساویاردی، آغشته به قهوه، پنیر ماسکارپونه، شکر و زرده تخم مرغ و پودر قهوه است که به صورت لایه لای چیده میشن و در آخر با پودر کاکائو این دسر رو خوشمزه و تعمدارترش میکنن. بعضی مواقع هم از خامه برای تبدیل این دسر به یه دسر فوقالعاده استفاده میکنن براونی یه دسر آمریکایی برای همه با هر نوع رژیمی آشقای شکلات باید عاشق این دسر باشن اگه شما عاشق شکلات و کاکائو هستین ولی توی رژیمی یا ورزشکارین حتی دیابتی یا گیاهخوار هستین و دنبال یه دسر بدون تخم مرغ هستین بلوندی که نوع کم شکلات و کم شکر براونی بهترین انتخاب برای شماست. براونی یه دسر شکلاتی خوشمزه است که اصلش به صورت تیکه های تخت و مربعیه و یه چیزی ما بین کیک و شکلاته. البته این دسر قدمت طولانی مثل تیرامیسو نداره. و داستان اولین براونی برمیگرده به سال 1893 در نمایشگاه کلمبیا تو شیکاگو. داستان از این قراره که صاحب هتلی که نمایشگاه در اون برگزار میشه از سراش پس پلامبر میخواد که یه دسر شکلاتی خوشمزه برای خانوما درست کنه که مثل کیک باشه ولی تو ابعاد کوچکتری باشه نرم باشه که خورده هاش روی لباس خانوم ها نریزه سومین دسر خوشمزه موز شکلات یه دسر فرانسوی مطابق با همه نو اگه بگن اصل دسر برای کجاست؟ جواب فرانسه است. موس های شکلات فرانسوی از همه بیشتر طرفدار داره. پایه اصلی موس فرانسوی خامه و تخمه مرغه که باید در حد کف کردن هم زده بشه و بعدش مواد تم دهنده مثل پودر شکلات یا قهوه یا میوه و پودر میوه بهش اضافه بشه. به همین راحتی دسر خوشمزه فرانسوی شما آماده است. این دسر جزء سبکترین دسرهای جهانه. گلاب جامون یه دسر عاشقانه هندی. تو فیلمای هندی وقتی پسری میخواد به دختری ابراز علاقه کنه یه شاخه یه گل و جعبه شکلات بهش نمیده. یه شاخه گل و یه جعبه گلاب جامون بهش میده. گلاب جامون دسر محبوب هندیه که بافتی شبیه دونات داره ولی به شکل توپک های شیرین درست میشه. گلاب جامون به قدری نرمه که توی دهن شما آب میشه. پایه این دسر شیر قلیزی یا پودر شیر و کرست که در شربت قند با طعم گل سرخ خیس میشه. دسر بعدی باقلوا، دسر ترکیه‌ای که بین المللی شد. باقلوا هم مثل تیرامیسو نیازی به معرفی نداره. باقلوا انقدر تو ایران باب شده و درست میشه که بعضیا فکر میکنن باقلوا یه دسر ایرانیه. باقلوا تو دسرای آسیایی حرف اولو میزنه. میتونه بعد غذای اصلی خورده بشه یا جز به یه میان وعده با چایی باشه که آدم و حسابی سر حال کنه. این دسر معروف و خوشمزه از لایه های نازک خمیری، کره، آجیل خرد شده و یه شربت شیرین که با آب گل شکوفه گل رز یا نارنج تهیه شده درست میشه. معمولا هم تو قالب ها و اندازه های مختلفی ارائه میشه که مطابق با هر اشتهایی باشه. موچی یه دسر بامزه و فانتزی ژاپنی. موچی یه نوع کیک برنجیه. در واقع ماده اصلیش برنجیه که انقدر کوبیده شده که به شکل خمیر در اومده. به نظر بیمزه میاد اما وقتی با شکر و آنکو خمیر لوبیا قرمز شیرین ترکیب میشه فوق العاده خوشمزه میشه موچی دسریه که تازه به لطف فضای مجازی مد شده و امروزه هم تو ایران با ذائقه ایرانیا درست میشه ولی این دسر یه طرف تاریک کم داره که کسی باورش نمیشه آخه چطور یه دسر بامزه فانتزی میتونه مرگبار باشه موچی به خاطر چسبناک بودنش باعث خفگی خیلی از افراد شده. خوردن این دسر برای سالمندان ممنوعه. در سال 2018 دو مورد مرگ بر اثر خوردن موچی گزارش شد. البته خیلی ها هم با رفتن به بیمارستان و خارج کردن موچی از گلوشون نجات پیدا کردن. سالمندا و بچه ها باید موقع خوردن این دسر مراقب باشند. خطر خوردن این دسر در ژاپن طوریه که هر سال مسئولای ژاپنی به مردم توصیه میکنند که موچی رو به تیکه های کوچیک تقسیم کنن و قبل از اینکه اونو قورت بدن آهسته و با دقت بجوهن. شیرنی وافل، شیرنی بلژیکی که بین المللی شده. وافل توی ایران به شیرنی پنجره معروفه. ماده اصلی وافل خود خمیر وافله که با اصل خامه و کره قاتی میشه که تعمدار بشه. روی وافل ها رو بیشتر با پودر قند، سس شکلات، خامه همزده به همراه طیف متنوعی از میوه ها مثل توت فرنگی، موز و مغز ها تزئین میکنن. دسر بعدی کاشاتا، یه دسر ناشناخته شرق آفریقا. کاشاتا دسری بین بیسکویت و شیرنیه مواد اصلیش تشکیل شده از بادوم زمینی و نارگیل تازه است. برای اضافه کردن طعم بیشترم از هل استفاده می کنن. صدای درست کردن این شیرنی و بوی فوق توی خیابون های شرق آفریقا همیشه وجود داره. اشترودل یه دسر اتریشی که تبدیل به غذا هم شده. اصل اشترودل اتریشی یه خمیر بسیار نازک که لای اون مخلوطی از کره و مغزا و کشمش گذاشته میشه. تو خود اتریش به حدی خمیر رو نازک میکنن تا شفاف شفاف بشه و بشه از پشت این شیرنی یه صفحه روزنامه خوند. این دسر یه دسر انعطاف پذیره چون اجازه داده مواد داخل خمیرش از مغزها و کشمش به گوشت و ماهی یا حتی سبزیجات هم تبدیل بشه و یه غذای کامل به حساب بیاد و آخرین دسر خوشمزه کیک جنگل سیاه کیکی که آلمانیا عاشقشن میدونین چرا اسم این کیک جنگل سیاهه؟ نه، به خاطر ظاهرش نیست اتفاقا کیک جنگل سیاه از گیلاس و شکلات و خامه درست شده مثل بهشت میمونه کیک جنگل سیاه به خاطر اینکه تو جنوب آلمان تو منطقه جنگل سیاه درست میشه به این اسم نامگذاری شده این کیک بیشتر به خاطر تزئینات روش معروفه طعم فوق العاده ای داره چون خود کیک دستور پختی مثل کیک های عادی دیگه داره اما برای تزین تکه های گرد و تیره کیک شکلاتی رو تو شربت گیلاس قوتور می کنن مدخامه بسیار قلیز و گیلاس تازه رو روی اون اضافه می کنن. درسته که گفتیم مواد کیک مثل یه مواد کیک معمولیه اما آلمانیا علاوه بر تزین روی کیک داخل کیک هم از خامه قلیز و گیلاس پر میکنن در واقع کیک جنگل سیاه یک کیک لایه لایه است و واقعا به جنگل شباهت داره. از اینکه تا انتهای این ویدئوی خوشمزه همراه ما بودین از شما سپاس گذاریم. اگه نظری در مورد این ویدئو دارین اونو از طریق کامنت با ما به اشتراک بذارین.